19 دقیقه مسابقه است و ثابتی در آزمون دیگر به روی دروازه، فرصت توی دروازه، توی دروازه. چه کار کرد فرهاد مجیدی، چه ضربه سری زد و 70-80 هزار تماشاگر استقلالی حاضر در ورزشگاه رو به وجد آورد. سانتر تند و تیز جباری و ششمین گل کاپیتان تیم استقلال. به نظر میرسه که برخلاف ضرب المثل معروف، در استقلال فقط یک پاشنه داره و همچنان روی یک پاشنه میچرخه، اون پاشنه هم فرهاد مجیدیه. این ارسال به روی دروازه و چه ضربه سری از فرهاد مجیدی، جای هیچ گونه عکس العملی رو باقی نگذاشت. حالا روی اسکوربورد روی حرکت آهسته هم تماشاگرا به وجد میان. حالا این سمت بلا فاصله بازیکنان تاکتورسازی بازی رو شروع کردند. شما تصاویر مربوط به گل دیدنی فرهاد مجیدی روی سانتر ارسالی مشتبه جباری رو میبینید، در حالی که صاحب یک کورنر، صاحب یک پرتاب بلند نزدیکی نقطه کورنر هست. تراکتور سازی میفرسته به روی دروازه مشتبه، بازیکن 26 ساله‌ای که از پیام مخابرات شیراز به نوعی مطرح شد و در برگشت دوباره تراکتور به لیگ برتر به این تیم اومد. باشه تو فرزاد آشوبیه، توپ رو میفرستن به روی دروازه، فرصت به تراکتور سازی و توی دروازه، توی دروازه، گل مساوی. حساب کار 1-1 مساوی میشه. سید محسن حسینی، حالا نوبت این 70-80 هزار تا استقلالیه که صدای 15-20 هزار طرفدار تراکتور رو بشنوند. استقلال 1 تراکتور سازی 1، بازی که مطمئنن با این نتیجه جذابتر دنبال خواهد شد. یه بازیکن تراکتور سازی هم رو زمین افتاده، ببینیم چه اتفاقی افتاد. اینجا یه لحظه فرزاد آشوبی از اینجا دنبال بکنیم بهتره. میثم حسینی رو تو پسر گذاشت زیر پای محسن حسینی و دفاع راست جلو کشیده تراکتور سازی به این ترتیب. نه حنیف عمرانزاده نه مهدی رحمتی حریفش نشدند. حالا مشخص میشه جدال دو تیمی که بیشترین تعداد گل زده رو دارن در لیگ. تراکتور سازی بازیکن 26 ساله و 1 متر 84 سانتی متری تیم تراکتور سازی. فلاویو امانوئل لوپز پیجا ضربه کورنر رو تراکتور سازی میزنه به روی دروازه و توی دروازه، توی دروازه. استقلال ناباورانه بازنده میخواد به رخت کن بره، اونم روی گلی که احمد آل نعمه زد. جواب گل زیبای فرهاد مجیدی رو داد، این گلم زیبا بود، انصافا گل محسن حسینی هم زیبا بود. هر سه گل بازی تماشایی بوده تا به اینجا. احمد آل نعمه لحظه گل زد که دیگه شاید فرصت جبران برای استقلال در این نیمه نباشه. سر از پا نمیشناسن هواداران تراکتور سازی. یه بار دیگه ببینیم، فرزاد آشوبی پشت این توپ بود و این ضربه سر آل نعمه مهار ناپذیر به نظر میرسه. کم کم با این گلایی که رد و بدل هم میشه، تماشاگران هم در واقع اون حالت حرفه‌ای کار رو دارن پیدا میکنن. این هم چهره بازیکن برزیلی ایتالیایی تیم تراکتور سازی است. توپ به پشت سر میدابودی برخورد میکنه. حالا یک اشتباه، فرصت تک به تک برای زدن گل مساوی، جباری و توی دروازه، توی دروازه. مشتبه جباری حساب کار رو 2-2 میکنه و آب رفته رو به جوب بر میگردونه برای استقلال.
استقلال دو تراکتور سازی، دو اشتباه مهلک مدافع تراکتور سازی، هوشیاری مشتبه جباری و گل تساوی برای استقلال. صحنه رو مرور خواهیم کرد. امیر قلعه‌نویی شدیداً ناراحته. چه اشتباهی مرتکب شد روی صحنه. توپ رو درون دروازه جای داده. سید محسن حسینی که گل زیبایی رو زده بود حالا یر به یر شد. از فرهاد مجیدی و مجتبی جباری این سمت، محسن حسینی و آل‌نعمه اون سمت. ببینیم با این توپ چه کار میکنن. میفرسته به روی دروازه، فرصت برای گل سوم توی دروازه. فلاویو لوپز، این رشته هنوز سر دراز داره و این بازی داستانش مفصله. یه بار دیگه برتری از آن تراکتور سازی میهمان در ورزشگاه آزادی مقابل دیدگان 70,000 استقلالی و خوشحالی آذری های طرفدار تراکتور سازی در ورزشگاه آزادی. استقلال 2 تراکتور سازی تبریز 3. نمیدونم این نتیجه پایانی است یا نه، اما 7-8 دقیقه نفسگیر دیگه مونده. ببینیم یک ضربه شروع مجدد دیگه و یه ضربه سر دقیق دیگه و باز هم مغلوب شدن سید مهدی رحمتی تا تراکتور سازی نشون بده با 15 گل زده شایسته عنوان بهترین خط حمله فصل به این جای کار هست. حالا استقلال که به اندازه کافی عناصر تهاجمی تو زمین داره، باید ببینیم میتونه از پس این دقایق باقی مانده برای حداقل به تساوی رسوندن نتیجه بر بیاد یا نه. دقیقه 85